باز بله برای هشتمین شنبه اعتراضی همونجوری که خودت گفتی اینجا هستیم. تجمع تقریبا نیم ساعت پیش آغاز شده، الان هنوز جمعیت رو به افزایشه، ولی تا این لحظه ما بیش از 10,000 نفر جمعیت رو اینجا داریم که قرار راهپیمایی شروع بشه، آغاز بشه. استیجی هست که اگر بشنوید سخنرانی هایی در حال اجرا هست. آقای مرتضی برجسته یک ترانه تازه‌ای تقدیم به مردم ایران کرد. اجراهایی داریم برای خدا نور، قرار تئاتر اجرا بشه، یک اجرای نمادین خواهیم داشت برای کیان پیرفلک، پسری که عکسش رو میشه در کنار عکس کشته شده های آبان و کشته شده های حرکات اعتراضی اخیر در دست مردم لس آنجلس دید. اینجا ایرانیان لس آنجلس هم همپا و همگام با دیگر ایرانیان آمریکا در بیش از 30 شهر آمریکا امروز تجمع کردند تا پیام خودشون رو به گوش دولت جو بایدن برسونند. در واقع خواسته های مشخصی دارند ایرانیان آمریکایی از جو بایدن، کابینه او و نمایندگان مجلس، نمایندگان هر دو مجلس در آمریکا، و خواسته اونها هم این نیست که حکومت ایران رو تغییر بدن برای مردم ایران، بلکه خواسته اونها اینه که حیات سیاسی جمهوری اسلامی رو بهش پایان بدن، روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی رو قطع کنن و اجازه ندن دیپلمات ها و مقامات جمهوری اسلامی وارد خاک آمریکا بشن، اجازه ندن که لابی جمهوری اسلامی سخنگوی به عنوان سخنگوی مردم ایران در دولت جو بایدن معرفی بشه، و سرآخر مهمتر از همه اینه که پیام انقلاب مردم ایران رو جو بایدن و دولت آمریکا بشنوه و سازوکار تازه‌ای خلق کنه برای مردم ایران، برای پشتیبانی از اونها مثل اینترنت آزاد و یا پشتیبانی بیشتری برای جلوگیری از تشدید سرکوب وحشیانه رژیم. الناز متشکرم از نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس با ما همراه بود.